فرق داره با تجدیدات فرهنگ غرب، ولی به یه معنای نوعی نهضت تجدید حیات جدید، نهضت جدیدیست قرن هجدهم. حالا اینو باید درست فهمید. از لحاظ علمی مشخص، یعنی نیوتن تا انشتین و پلانک همیشه دنیا نیوتنیه. نیوتن، افکار نیوتن بخواید نخواید حاکم میشه در قرن هجدهم. تقریبا تمام فلاسفه رسمی چه در فرانسه، حالا خواهم گفت، چه در خود انگلستان، چه در آلمان و چه در کشورهای دیگر که جهان سومه یا روسیه که خواستن استفاده کنن از این اخبار، تقریبا اصل رو بر نیوتن میذارن. فلاسفه هم اون زیربنا رو نیوتن میذارن، ولی خب نظراتی بیان میکن. فلاسفه انگلستان در آخر قرن هفدهم یک چهره بزرگی داره در انگلستان و اون جان لاک. این جان لاک تجربی مسلک، یعنی کاملا در خط فرانسوی، در خط انگلستان، اونا بیشترشون تجربه بود. حالا من خیلی فلاسفه دیگر سیاسی هست که نمیگم، هابس مثلا، من نمیگم برای اتفاق خوندنی هابس، ولی من بحث نمی کنم، من حتی جان لاک میگم. جان لاک دو تا کتاب سیاسی نوشته. اون کتاب دومش خیلی خیلی شهرت داره، 1796 آخر قرن. این کتاب میتونید فکر کنید که کل سازمان ملل بر این اساسه، کتابی است که کل اصول سازمان ملل، همین که مثلا بگیم جامعه ملل در امریکا، بر اساس اون کتاب. قسمتی از انقلاب کبیر فرانسه اواخر قرن هجدهم بر اساس اون کتاب انجام گرفت. افکار جان لاک سیاسیش، نه شناختیش. از آن شناختی که تجربه مثلا این نفر فلسفه‌ای که در اروپا، بگیم در فلسفه قاره‌ای، یعنی غیر انگلیس، فرانسه و آلمان، ایتالیا، اینا در قرن هجدهم رو میاد، یکیش افکار جان لاک. دکارت خوبه، خوب روشش خوبه، بقیه حرفاش من کاری ندارم، من با جان لاک کار دارم بیشتر. ادبیات انگلیسی است، صنعت انگلیسیه. قرن هجدهم رو میگن قرن منورالفکری، آفکلرون به زبان آلمانی میگن، حالا خواهم گفت، قرن روشنگری، ولی لغت انگلیسیش انلایتمنت، قرن انلایتمنت، لایت رو ببینید، لایت نور، یعنی عصر روشنگری، عصر نهضت روشنگری. حالا یعنی چی روشنگری در قرن هجدهم؟ میگه علوم معلوم شد، تمام شد، معلوم شد علم چیه، شناخت علمش معلوم شد. نیوتن میخواییم بشناسیم، نیوتن، یعنی تمام شد دیگه. علم بهترین نمونش دست من، خوب دقت کن، ولی چی میمونه؟ ما که همه چیز رو نمیشناسیم. یه چیزی که میمونه حالا اعمال اصول نیوتن
فلسفه نیوتن، فلسفه طبیعت نیوتن در تمام امور ممکن. تو جغرافی باید با اون اصول بشناسید تا اطلاعات جغرافیاییت علمی ترقی بشه. سیاست و اصول همون اصول باید بشناسید تا سیاستت علمی ترقی بشه. قوانین اجتماعی رو با اون باید بشناسید. خب این معادل دیگرش جان لاک. جان لاک تقریبا همون جنبه رو پیدا میکنه در اروپا که فیزیک نیوتن در علم پیدا میکنه. این در باره زندگی انسانی اینا و نویسندگان انگلیسی سویفت و اینا اون موقع به فرانسه ترجمه میشه. ولتر میره به تبعیدش میکنن به انگلستان، اونجا میره با سویفت کار میکنه. اما این نویسنده کتاب گولیبر که میاد در اینجا در فرانسه همون تقلید میکنه. حالا خوب دقت کنید، اگر نمونه کامل علم، حالا من با شرطی میگم، اگر نمونه کامل علم نیوتونه و برای اینکه در تمام رشته ها در تمام زمینه ها شناسای علمی پیدا کنیم باید اون رو تعمیم بدیم، پس چه راهی در پیش داریم؟ یک راهی در پیش داریم، دارت المعارف نویسی. این افکار منجر میشه که ما کل علوم رو در یک کتاب حجیمی جمع‌آوری کنیم که اسمش میشه دارت المعارف نویسی. اواسط قرن 18 دانشمندان بزرگی که اسماشون هست فونتنل، دیدرو، نمیدارم افراد اینا، دیدرو خیلی افراطی، حتی چپه، دیدرو آدم خیلی افراطیه، ما جمع بشیم و مردم را از جهل و خرافه نجات بدیم، حتی تا اینه. و اینا دارت المعارف نمیشه از قرنه، از اواسط قرن 18 شروع میشه در فرانسه، اونجا در انگلستان قبلا شده یه چیزی قبل از فرانسه، ولی اون چی که خیلی شهرت داره دارت المعارف نویسان فرانسه هست که همه بحثا اونجا. ولی در فرانسه با ممانعت و با تفتیش روبرو نمیذارن اینا تمام افکار رو منعکس کنن، چون با سیاست دولتی و خانواده بوربون ها که سلسله شاهانه هنوز فرانسه هستن منافات داره. کلیسای کاتولیک مخالفه و همچنین کلیسا در ایتالیا و در فرانسه با دارت المعارف نویسی، از دارت المعارف نویسی ممانعت میشه، به طوری که 17-18 سال طول میکشه که تا اصلا کتاب چاپ بشه با این که اواسط قرن شروع شد. یک کسی هم اینجا هست در حاشیه با عرض میکنم، شخصی است که ممکنه در وضعی کتاب اسمش رو بشنوید که خیلی مهمه، بیل، به بیل می‌نویسم، بیل. این 4 جلد دارت المعارف نوشته خودش اوایل قرن 18 به سبک خودش و موضع گرفته. این اصلیتش سوئیسیه، از فرانسه بیرونش کردن و تبعید شده، خیلی مکافات دید. دارت المعارف نویسان رو تو در فرانسه تهمت ماسونری هم بهشون میزن که شما اصلا انگلیسی هستید، با فکر نوع انگلیسی اینجا کار میکنید، اینجا مملکت کاتولیکی، ما اینا رو قبول نداریم. اینا خیلی درگیری ها رخ میده که من وارد جزئیاتش نمیشم. بعضی هاشون به زندان میفتن، دید رو مثلا مدتی رو در زندان میگذاره، بعضی هاشون رو از کار برکنار میکنن، بعضی هاشون هم بدون اینکه جزء دارت المعارف نویسان باشن نویسندگان سیاسی اجتماعی اروپا محسوب میشن که از همه معروفتر که خودش یک پرونده خیلی خاصی داره، ژان ژاک روسو. خب ولی اونا که
علنی ترن و شهرت دارن و نفوذ دارن و ثروت دارن و مطرح هستن، از همه معروفتر در قرن 18 در فرانسه ولتر که طنز نویس هم هست، قدرت طنز نویسیش فوق العاده است که متلک‌گو و طنز نویس. و عجیب اینه که اون داستان ها که نوشته بعضیش در ایران رو خونید. یک رمان کوچیک داره به اسم صادق، زدیک به فرانسه زدیک، که به سرنوشت اعتقاد داره جوانی فرانی نفعی در ایران اتفاق میفته. یا داستان های دیگرش هم خیلی بعض وقتا خنده داره، یه جور طنز سیاه توش هست. خب ما میرسیم به اواخر قرن 18. در اواخر قرن 18، 30 آخر قرن 18، در کل اروپا سه تا جریان عجیب رو که سرنوشت کل جهان بر اساس اون سه تا جریان شکل میگیره. اولیش در انگلستان که اسمش هست انقلاب صنعتی انگلستان، یعنی همین چیزی که الان هم میبینیم، همه چیز صنعتی میشه، صنایع رو میاد، صنایع برتر از علوم نظری و تجارت بین المللی زور پیدا میشه و استعمار و مستعمره ها رو چیز میکنن، به اصطلاح پیدا میکنن، به دست میارن. این فکر نکنید که این انقلاب صنعتی انگلستان که فوق العاده مهم ها دیگه، بعد از آن دنیا از این رو به اون رو شد، یعنی این انقلاب صنعتی بیشتر از انقلاب سیاسی فرانسه تأثیر کرد، دنیا رو به هم عوض کرد. تازه انقلاب سیاسی فرانسه هم دنباله همون بعدا خواهم، این قبل از انقلاب فرانسه، 30 آخر قرن 18. انقلاب صنعتی فکر نکنید که فقط صنعت، سه نظام اقتصادی در اروپا وجود داشته، دو نظام مرکانتیلیسم. اولی مرکانتیلیسم، مرکانتیلیسم نظریه اقتصادی این نکته رو اصل قرار میده که همه چیز بر اساس در اقتصاد همه چیز بر اساس پول و طلاست، سکه و طلا هست که اقتصاد رو میسید. هر مملکتی که پول بیشتری داشته باشه، طلای بیشتری داشته باشه، اقتصاد بزرگتر و سالمتر جده. به این میگه مرکانتیلیسم. مرکانتیلیسم یه جور تجارت مالی در آوردن. و شما وقتی که این اسپانیایی ها بمیرن امریکای جنوبی، امریکا رو کشف میکنن، هرچی نقره و طلا گیرشون میمد میوردن اروپا. و همین اصل بود، میبرین اسپانیا کشور اول. این دومش فیزیوکراتا، نظریه فیزیوکراتا. فیزیوکراتا از همون لغت طبیعت میگرفته میشه، هر کسی هر مملکتی منابع بیشتری داره، منابع زیرزمینی بیشتری داره. دارم امروزه میگیم نفت، این فیزیوکرات، این قدرت بیشتری پیدا، این منابع طبیعی موجب قدرت ممالک، این دوم. ولی سوم، اون نظریه سوم، این نظریه سوم توسط یک دانشمند و یک فیلسوف انگلیسی بنیانگذاری میکنه. اون اعتقاد داره، اون کتاب معروفی نوشته، حالا اسمش بدن یادم میاد، کتاب معروفی نوشته Wealth of Nations، ثروت ملل. ثروت ملل در این کتاب بحث میکنه که
سرمایه یک ملت، نه در پول، نه در تلف، نه در منابع طبیعی، نه در منابع زیرزمینی، هیچ کدوم از اینا. ثروت، ثروت ملل در واقع کار اون ملت، دانایی اون ملت، دانایی کاری اون ملت، اون ملتی که قدرت کاری داره و ابتکار میتونه بکنه. اینجا که میگه قدرت ملل در کار و ابتکار ملتی، غیر مستقیم نظرش انگلستان ها، یعنی میخواد بگه اگر انگلستان بزرگترین قدرت جهانه، به این سبب نیست که منابع زیادی داره، به این سبب نیست که طلا زیادی داره، بلکه به این سببه که اینا ابتکار و قدرت بیشتری دارن. حالا به هر ترتیب این نظریه اقتصادی موجب میشه که اون نهضت اقتصادی انگلستان بیش از بیش سودآور بشه و واقعا تبدیل بشه به اولین قدرت اقتصادی جهان، که با مستعمراتی که داره و با وسائلی که داره. خب این یک، گفتم سه تا جریان مهم. جریان دوم در فرانسه رو یک انقلاب خونین سیاسی، یعنی نهضتیست که با خانواده بوربون رو که از قدیم حاکم بودن، این خانواده بوربون رو لویی 16 رو سر می برن، ملکه آنتوانت رو سر می برن، در میدان کنکورد پاریس و این جریانات از سال 1791 شروع میشه تا سال 1798. در سال 1798 کودتای ناپلونه و ناپلون ادعا میکنه که فرزند انقلاب، که البته نیست، یه امپراتور، بعد خودش امپراتور تاج گذاریم. حالا به هر ترتیب این دومیش، در همینطور که درباره نظرات اقتصادی مرکانتیلیسم و فیزیوکرات و بعد نظریه آدم اسمیت صحبت کردم، اینجا هم انقلاب کبیر فرانسه یه نظریه های حمایت، نظریه های نسبتاً دست راست، نسبتاً معتدل، یکی همین جان لاک که گفته های جان لاک در کتاب دوم سیاست، یکی مونتسکیو در کتاب روح القوانین. مونتسکیو فرانسوی اوایل قرن 18 زندگی میکرد، یعنی مال تقریبا همون قرن، و یکیش هم ولتر. این سه نفر آثارشون، افکارشون، یه قسمت از نظریه های انقلابی فرانسه رو تعمیم. این طرف که افراطی تره، یک نفر جان ژاک روسو، جان ژاک روسوی سوئیسی که از هیئت سوئیسی است، یک آدم خیلی حساس، فوق‌العاده نویسنده سطح بالا و فلسفه هم کار نکرده، ولی یک کتاب فوق‌العاده مهمی نوشته در اقتصاد، یک کتاب خیلی مهمی نوشته در تعلیم تربیت، حالا یک کتاب در تعلیم تربیت داره، مقدار زیادی رمان‌های خاطراتش را هست، رمان‌های انتقادی داره و به طور کلی تصور میکنه که
در واقع گرایش‌های افراطی چپ داره و در دوره جوانی یک رساله کوچیکی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده، آقای زکا ترجمه کردن، من مدرسه دبیرستان میرفتم اونو خوندم، به فارسی خوندم اتفاقا. اسمش هست درباره مالکیت، یعنی در واقع یعنی تصور میکنه که اصلا مالکیت زمین بحران ایجاد میکنه، یه همچه چیز درباره عدم تساوی مردم بر اساس مالکیت، یعنی مالکیت عدم تساوی میاره. این کتاب در واقع یکی از اولین که جزوه‌هاییست، کتاب کوچیکی، اون موقع جایزه هم دادن به خیال کردن که یه چیز خاصه، که بنیان جنبه‌های افراطی رو در انقلابات داده و همینطور آثار دیگرش. حالا چرا این رو میگم؟ برای اینکه یکی از بزرگترین انقلابیون فرانسه، یعنی اون کسی که در انقلاب فوق العاده تاثیر داشته و مهار به دست گرفته کارها رو، روبسپیر خودش رو شاگرد ژان ژاک روسو میدونست، خیال میکرده که با خوندن آثار ژان ژاک روسو هست که این چیز شده به این مقام رسید. در مجلسی که اولین مجلسی که تشکیل میشه در فرانسه دهه اول قرن 18 فکر کنم 1791-92 دهه آخر، در مجلس نمایندگان دو مردم که میان، یه طرف سمت راست جیروردن می نشستن، بهشون می گفتن جیروردن، طرف سمت چپ جاکوبن ها می نشستن، جاکوبن ها سمت چپ می نشستن. اون افراطی های چپ، لغت گوش که ما میگیم چپه، این از اون مجلس گرفته، یعنی اون طرف چپ میشن. اون جیروردن ها که بیشتر معتدل بودن سمت راست نشسته بودن، اونا بیشتر با مونتسکیو و جان لاک اونجور فکر میگن، یا ولتر. البته این رام بگم که قهرمان سمت راستی ها میرابو بوده که فوق‌العاده خطیب معروفیست، خیلی خوب صحبت میکرده، ولی در انقلابی که روبسپیر میکنه اونو سر میبره، یعنی یه کاری که کرده میرابو رو کشته. و این که میگن انقلاب فرزندان خودش از بین میبره، این استراحت، اینا در مورد فرانسه میگن بیشتر، و همه اونا که انقلاب فرانسه رو کرده بودن به مرور حذف میشه. این افکار نهضت صنعتی انگلستان، نهضت سیاسی فرانسه که هر دوتا اهمیت خاصی در دنیا دارن، در دنیا، در همه جا، در اقصا نقاط دنیا تأثیر بود. حتی تا اینجا میرم که انقلاب مشروطیت بیتوجه به انقلاب اون قسمت افراطی هاش بی توجه به انقلاب کبیر فرانسه نیست، یا تمام نهضت هایی که از آن صنعتی در کشورها رایج شده، حتی در شرق مثلا آتاتورک، اینا نهضت رو به نهضت صنعتی بیشتر تعبیر کرد. حالا در آلمان چی شد؟ اونجا اقتصاد، صنعت، در فرانسه سیاست و فلسفه های سیاسی، در آلمان چی رو؟ آلمان استبدادی است. تمام قرن 18 شخصی مثل به اسم بیشتر دوره قرن 18 شخصی به اسم فردریک دوم امپراتور
فریدریک دوم فرانسه میدونه، یه پرستار فرانسوی داشت با افکار متجددان منور فکری روشنگری کم و بیش آشنا و میخواد آلمان، آلمانی که هم از انگلستان هم از فرانسه از هر لحاظ عقب‌تره. چرا؟ عقب مونده است، عقب‌تر نیست، عقب مونده تره، برای اینکه از 300 حکومت کوچیک تشکیل شد و فردریک دوم میخواد وحدت آلمان رو ممکن بکنه، یعنی اینا همشون واحد بشن، یه قدرت مرکزی داشته باشه. این فردریک دوم نهضتی که شروع میکنه به تقلید از انگلیسی ها و به تقلید از فرانسوی ها، بهش میگن، این اصطلاح خوبه، استبداد منور. هم مستبده و هم میخواد اصلاح، یعنی دست به خودم اصلاح. و این چیز رو ولتر رو دعوت میکنه به قصرش در جایس به اسم سان سوسی نزدیک برلن، ولی متاسفانه من ندیدم، برلن دیدم، اون ندید. سان سوسی به زبان فرانسه است، اسم قصرش فرانسویه، جایی که نگرانی نداری، وسواس نداری. سان سوسی یعنی جای دنج. در اونجا و یاد داشته که ولتر راجب این فردریک دوم داره خیلی عجیب، یعنی اصلا این ظلم، این استبداده، ولی دم از آزادی و از دموکراسی و اینا میتونه، یه همچیز. ولی با این حال این فردریک دوم موفق شده یه کارهایی رو در آلمان بکنه، یعنی مردیست که بالاخره با همین زورگویاش آلمان رو به بروز کرده، عصر جدید آورد. و اونجا یک شخصی هست، یک فیلسوفی هست در آلمان به اسم ولف، ژان کریستیان ولف، که اواسط قرن مرده. این رو سخنگوی و برنامه ریز، این فیلسوف برنامه ریز دولت فردریک، دانشگاه های آلمان رو این کریستیان ولف بنیان نهاد، شکل داده بهش، یعنی تمام سرمایه مملکت رو تشخیص داده باید صرف پیشرفت دانشگاه ها، وضع دانشگاه ها و تعلیمات بود. فردریک از این شخص حرف شنوی داشت، همینطوری که ولف از فردریک حرف شنوی داشت. این مجری و برنامه ریز فردریک. بعد کانت از ولف، از افکار ولف استفاده کرد. آره. کسانی که در فرانسه دارت و معرف نمیشتن به ولف توجه کرد، اسم ولف رو میارد، بعضی هاشون خودشونو دنبال روی ولف نمیشتن، انقلابی نیست، حتی مستبدن اینا، ولی اصولی خواستن مملکتشون رو بالا بیاره. بهش میگن استبداد منور، کسی که در شرق این کار اسم خودش رو در اون خط میذاشته، یعنی آتاتورک بعدا ادعا میکرد که، یا اطرافیانش، که این فردریک ترکی هست. حالا اینی به این منظور، حالا به هر ترتیب. ولی اواخر قرن در آلمان یک نهضت غیر سیاسی ولی خیلی عجیبی رخ داده که از لحاظ فرهنگی و هنری فوق‌العاده اثر گذاشت. اسم اون نهضت آلمانی هست طوفان و جهش، جهش روحی. من اینو به فارسی اینجوری میارم، طوفان و جهش روحی رو درگ میگن، الان میگم بهتون. منظور از این طوفان و جهش روحی
از یک داستان و یک نمایشنامه گرفته شد و یه جور نهضت صرفا فرهنگی ادبیات و فلسفه رو و تفکر رو تغییر می‌داد. اینجور ده سال و بین سالهای قبل از انقلاب کبیر فرانسه تقریبا 1780 تا 90. خب در آلمان اواخر قرن 18 یعنی حدودا اون 10 سال 20 سال آخر قبل از انقلاب کبیر فرانسه در آلمان یک جریان هنری ادبی پیش آمد و این رو بهش میگن عنوانش که از یه نمایشنامه این عنوان رو گرفتن طوفان و جهش روحی است، یعنی یه درهم ریختگیه که با یه جهش روحی همراه. چهره‌های ادبی آلمان در اون عصر فوق‌العاده مهم، شعرا فوق‌العاده مهمن، اصلا بزرگترین شعرهای دنیا. و اول دو تا اسم من باید ببرم، یکی شیلره که هم نمایشنامه نویسه هم شاعره هم ادیبه، یه چهره خیلی درخشانه، و از همه بزرگتر بعد از شیلر گوته است که گوته به خصوص از لحاظ سیاسی یه دوره میشه گفت که آلمان یعنی کشوری که دست گوته است. یه دوره‌ای گوته همه کاره است در آلمان، همه کاره است، مثل یه صدر اعظم، یه اینقدر مهم اواخر قرن و طرفداران زیادی هم داره. و خب اینم میدونید که هم نسبت به ادبیات شعری ایران اطلاعاتی داشته، البته فارسی بلد نبوده، ولی راجع به حافظ و سعدی و اینا در دیوان شرقیش صحبت کرده و یه خورده هم شاید از مضمونهای شرقی باز مضمونهای شرقی حافظ و به اصطلاح سعدی آشنا بوده. من یک دیوان همین شرقیش رو دیدم، چیزی که خیلی عجیبه در متن آلمانیش بعضی جاها به فارسی با خط فارسی خودش نوشته که اون کلمه رو یاد گرفته، نه اینکه فارسی بلد باشه. مثلا آخر کتاب یه این نهست کج و کوله تمام شد، فقط یکی نوشته این تقلید کرده داشت برای خط خودش، یعنی این توجه داشته که یه زینتی به کتابش بده با فارسی. متوجه هستی؟ اینو میخوام بگم. چاپ آلمانی شا چاپ اصلی قدیمی. این گوته یکی از رماناش به اسم ورتر یک جوانیست فوق‌العاده حساس، فوق‌العاده نجیب، فوق‌العاده خوشبین، فوق‌العاده از هر لحاظ فضایل اخلاقی رفتارش بی‌عیبه. این عاشق یه دختری میشه به اسم شارلوت. اوضاع و جامعه توریست که این عشق به نتیجه نمیرسه و این آخرش قربانی میشه، یعنی خودکشی. این داستان ولی خیلی اتفاقا میفته. اینجا بولت گوته میخواد بگه این چه قرنیست ما داریم زندگی میکنم، این چه وضعیست که حساس ترین افراد ما روز خوش نمیم. این قرن 18 که این همه ما فکر میکنیم پیشرفت کردیم و به جاهای رسیدیم و امکانات مادی معنوی ما رو تامین کردیم، امکانات بهداشتی ما رو تامین کردیم، روح واقعی انسان رو سیراب نمیکنه.
یک جور کمبودی رو نشون میده. البته داستان تصنعیه، یعنی واقعی نیست، ولی هر وقت در آلمان صحبت از این بشه که رشته های نظم اجتماعی و رشته های سعادت اجتماعی به هم ریخته، زود صحبت این ورتر رو میکنه. در آلمانی که دو قسمت شده بود و یه قسمتش کمونیست شده بود، نمایشنامه های تهیه کرده بودن رنج های جدید ورتر که وضع آلمان موجود رو در اون زمان که مثلا مادرش اون طرفه، خودش این طرفه، معشوقش اونجاست، خودش اینجاست، اینا رو با همون وضع توصیف میکنه، انتقاد میکردن. مثلا خیلی مهمه براشون، یعنی یه چیز کتابیست که تقریبا همه خوندن در مدارس اینا تدریس میکنه، کتاب های شیلر، نمایشنامه های شیلر که مثلا میخوان بگن که در حد کارهای شکسپیره. من در اون حد نمیبینم، ولی صداقتش یه ذره تصنعی. زندگی نامه ژان دارک رو نوشته، زندگی نامه راهزنان رو نوشته، دوتا برادرن در راهزنان که یکیش شر رو نشون میده، یکی خیر رو نشون میده، جنگ خیر و شر. اون برادر شرور موجب میشه که این برادر سالم و به اصطلاح خوب بره راهزن بشه. اسم داستان، اسم نمایشنامه راهزنان. و چجوری شرق میخواد غالب بشه، اون خیر میخواد دفاع کنه از خودش. یه چیزه، یه ذره مصنوعیست، ولی در بعض اون دوره آلمان رو به خوبی نشون میده، یعنی یه حساسیت خاصی رو دارن عنوان میکنن. یکی از بزرگترین، بعضا حالا یه چهر بگم، یکی شعرهای خیلی بزرگشون چیز لسینگ، چیز هولدرلینه. هولدرلین که دوست هگل بوده، خواهم گفت. هولدرلین یه شاعریست که در اون کتاب فلسفه در آلمان یه فصل طولانی هست، شاعری میان فلاسفه، داستان هولدرلین که خیلی مهمه. اونم از بین میره، تقریبا همون موضوع داستانهای ورتر و راهزنانگی، اون جامعه موجب میشه که اون قدرتی که لازم باشه پیدا نکنه و نابود بشه. های دیگر راجب شعرهای هولدرلین در قرن بیستون بحثهای فوق العاده مهمی کرده و نشون داده که شعر اون ذات این عالمه، این هنر ذات این عالمه. اینا این چهره ها هست، ولی روی هم رفته اثر اجتماعی این فعالیت طوفان و به اصطلاح جهش روحی در خود جامعه اثر زیادی نداره، بیشتر ذوقی، یک دوره ذوقی است بسیار بسیار شاید اصیل در مقابل جریانات سیاسی در فرانسه، جریانات صنعتی در انگلستان. این یعنی اگر سه تا جریان مهمی رو در اروپای اواخر قرن 18 صحبت کنیم، از اینا باید صحبت کنیم. البته آثار این شعرا در شرق، شرق منظورم ایران نیست، در اروپای شرقی، در روسیه و غیره خیلی اثر گذاشته. در روسیه اینا رو خوب میشناختم و اثر گذاشته. حالا ما میرسیم به یک قرن 19